اکادمی بیمارستان امام خمینی و فلوشیپ خواب هستم. مبحثی که من امروز خدمت شما میگم در خصوص آپنه انصدادی خواب، خب که خیلی شایعه، هنوز خیلی از همکارای ما حتی متخصصای داخل متخصصای رشته دیگه خیلی باش آشنایی ندارن، به خاطر همین و خیلی باعث ایجاد آرزه میشه توی بیمار، به خاطر همین انشاءالله اینو با بست و دقیق خدمتتون میگم که شما به امید خدا که وارد بخشا شدین و کار کلینیکی خودتون شروع، کار بالینیتون شروع کردین، حتما با این مقوله آشنا باشین، به خاطر اینکه آپنه خواب از فرق سر آدم تا نوک پای آدم یه انسان تحت تاثیر قرار میگیره، چرا که همه ما برای بقای تمام سلولامون نیاز به اکسیژن داریم و آپنه خواب اینجوریه که اکسیژن در واقع شبانه دچار افت میشه. حالا تو ادامه توضیحاتشو میگیم. ببینید بچه‌ها، در واقع آپنه خواب، آپنه انصدادی خواب یعنی چی؟ یعنی اینکه شما کلاپس راه هوایی فوقانی به صورت مکرر در حین خواب اتفاق میفته. این آدمی که آپنه خواب داره در طول روز مشکلی نداره، قشن نفسش رو میکشه، مسیر راه هواش بازه، هیچ مشکلی نداره، در صورتی که موقعی که شب میشه راه هوای فوقانیش اینجوری حالت کلاپس میشه به صورت مکرر، هی باز میشه بسته میشه و این اتفاقاتی که در ادامه به شما میگم رو برای بیمار ایجاد میکنه. حالا وقفه‌های تنفسی میتونه به صورت آپنه باشه که دامنه تنفس کامل قطع میشه به مدت 10 ثانیه و بیشتر، یا هایپوپنه که هایپوپنه یعنی اینکه افت دامنه تنفس پیدا میکنه، یعنی اگه نفس اینجوریه اینجوری افت پیدا میکنه، اگه آپنه باشه که کامل قطع میشه که منجر حالا به اتفاقات خیلی زیاد و ناراحت کننده‌ای برای بیمار میشه. این آپنه ها و یا هایپوپنه ها باید 10 ثانیه و بیشتر در واقع طول بکشن که ما بتونیم اینا رو اسکور بندی بکنیم، و اگر بیشتر از 5 در ساعت باشن آپنه و هایپوپنه برای ما مهم تلقی میشن. نگاه کنید الان ما اینجا یه قسمت بالا یه بیمار داریم، یه آدم طبیعی داریم این بالاییه، خب یه آدم طبیعیه که خوابیده، جریان هوا کاملا برقراره، هم از راه بینیش هم از راه دهانش کاملا برقراره و تنفس در بین خواب کاملا برقراره. این برای که نگاه میکنید این سمت چپیه رو نگاه کنید که مریض راه هوای فوقانیش در قسمت اورونازالش در واقع دچار تنگی شده، خب پس جریان هوا به این خوبی برقرار نیست و دچار افت دامنه میشه اینجا. اینجا که اصلا کلن قطع شده تو جریان هوا به خاطر اینکه یه انسدادی اتفاق افتاده، یعنی این داستانی که شبا برای بیماری آپنه انسدادی خب او اس آر اختصار اتفاق میفته این هستش، به این شکل هستش. خب ما ریسک فاکتوراش چیان و علائمش چیان که الان دونه دونه خدمت شد. ببینید مهمترین ریسک فاکتور چاقیه، یعنی افرادی که چاق هستن که چاق میشه چی؟ اوبس در واقع بی ام آی بالای 30 داشته باشن. بی ام آی چیه؟ نسبت وزن به قد به متر به توان 2. اگر این عدد بالای 30 باشه در واقع مریض توی ریسک آبستراکتیو اسلیپ آپنا قرار میگیره. دیگه چی؟ دیگه جنس مرد هستش، یعنی میل بودن و مذکر بودن ریسک فاکتوره، به خاطر اینکه گفته میشه که هورمون‌های جنسی استروژن و پروژسترون میتونه اثرات محافظتی داشته باشن، بنابراین اصلا مرد بودن خودش یه ریسک فاکتور محسوب میشه که اینا یعنی توی آقایون اون حالت کلاپس شدن راه هوای فوقانی توی شب به دلیلی که هورمون‌های زنانه رو ندارن افزایش پیدا میکنه. دیگه چی؟ یه سری بیماری ها مثل مثلا هایپوتیروئیدی، مریضایی که هایپوتیروئیدن ادم میکنه راه هوای فوقانیشون، خب دیگه مثلا مثل آکرومگالی، اینا آشنایی این آکرومگالی که هورمون رشد بعد از بلوغ شروع میکنه زیاد شدن توی بدن و اینا چون دیگه صفحه های رشدشون بسته شده رشد عرضی میکنن، زبان خیلی بزرگ صورتشون یا حالت چهره خشنی پیدا میکنه، دستاشون اصلا مثلا میگه حلقم دستم نمیشه، کفشم پاهم نمیشه، یه همچین حالتی رو ایجاد میکنه که اینا زبونشون هم خوب بزرگ میشه، زبونشون شبا میفته ته حلقشون و این آپنه ها ایجاد میشه. دیگه چی؟ دیگه اینکه مشکلات فک و صورت، مشکلات فک و صورت مثل لوزه های خیلی بزرگ، مثل فک کوچیک، حالا من الان تو ادامه شکلاش هم خدمت شما نشون میدم. ببینید این دو تا برادرم که هر دو مبتلا به اسلیپ آپنه همونطور که ملاحظه می‌کنید بسیار چاقن، یه چیزی که ریسک فاکتور دور گردنه. اگر شما دستتون رو حالا معلومتون میگم خودتون نگاه کنید اینجوری
مشت انگشتاتون باید به هم برسه. خب اگر این نرسه یعنی دور گردنتون در واقع بزرگ تا دیگه آدما فکر کنم مال شما زیاد هم بیاد و زیاد بیاد. این نشون میده که دور گردن توی آدمایی که استیپ آف ندارن نمیرسه اصلا. اون وقت میگن اگر مثلا توی زنا بیشتر از 16 اینچ باشه دور گردن، تو مردا بیشتر از 18 اینچ باشه ریس فاکتور. خب پس بنابراین یکی از ریس فاکتورها چاقی، دور گردن، افزایش چربی دور گردن، مرد بودن، لوزه های این بزرگی. مریض خودمونه بچه، یه دختری بود 16 ساله بود که این در واقع 16 سالش بود، همش خواب‌آلودگی شدید روزانه داشت، تو مدرسه مرتب این بچه رو دعوا میکردن، شبا مثلا علی‌رغم که شب گفتن خب تو خونه خوابه، اصلا بود همش خوابه. خب چون یکی از عوارض استیپ آپنه به خاطر اینکه کیفیت خواب میاد پایین، خواب‌آلودگی روزانه است. بعد خلاصه تست خواب براش انجام شده بود، یک عالمه وقفه‌های تنفسی داشت، هیچکی این بچه رو معاینه نکرده بود که تر حلقش لوزه‌های به این بزرگی، یعنی لوزه‌ای که بهش میگن کیسینگ تانسیل، یعنی تانسیلایی که دیگه به هم دارن میرسن، دارن به هم میچسبن، و مریض رفت عمل شد و تمام علائمش خوب شد. پس بنابراین ما حتما مریضا رو وقتی که داریم ازشون شرح حال میگیریم یه معاینه تر حلق ساده هم داشته باشیم. خب وزن نسبت به قد، در واقع تو معاینه‌مون کاری که می‌کنیم وزن قد بی ام آی حساب می‌کنیم، حتما فشار خون این بیمارا اندازه‌گیری می‌کنیم به خاطر اینکه بیمارایی که او اس آ دارن معمولا فشار خون دارن، علتشو تو ادامه میگم خدمتتون، و فشار خونایی هم دارن که مقاوم به درمان هستش. حتما نگاه می‌کنیم مسیر راه بینیشون رو، یه آبسلنگ می‌ذاریم تر حلقشون رو، تانسیلاشون رو، آیا پولیپ دارن، آیا آدنوئید دارن. من یه مریض حالا اینجا نوشته تومور، یه مریض هم خدمتتون بگم، یه آقای بودش 30 خورده ساله بود، قد بلند، لاغر، اصلا هیچ. بعد میگفتش که اخیراً همسرش میگفته که مثلا خیلی خوروپف میکنه، بعد همسرش دیده بود که قطع نفس هم داره. بعد دیگه مریض اومد پیش ما و بررسی شد و اینا، متوجه شدیم که یه لنفوم توی مسیر راه تنفسی فوقانی ایجاد شده که باعث شده بود که انسداد پیدا بکنه و این آدم نه چاق بود نه هیچ مشکلی داشت و آپنه انسدادی. پس تومورها خیلی مهمه، وکال کورد رو، حرکاتش رو، اینا رو ببینیم، موبیلیتیشون رو ببینیم مهمه. و اینکه شما وقتی که میخوای شرح حال بگیری از یه بیمار آپنه انسدادی خواب، حتما همسرش یا بد پارتنرش که شاهد خوابش، هر کسی، پدر مادرش، خواهرش مثلا تو اتاق دیگه از چیزی، اینا باید بیان به شما شرح حال رو بگن، چون اینا خیلی خوب میتونن به شما شرح حال بگن. مثلا همسرش میگه که شبا قشن خور و پفای بلند میکنه، اصلا زبط میکنن یه موقع بر ما میارن. و اینکه ویتنس آپنه، یعنی خودش با چشم خودش، اون خانومی که مثلا حالا همسرش دچار آپنه شده، میبینه که وقفه‌های تنفسی رو داره، اصلا متوجه میشه. خب یا مثلا ما مورد داشتیم که بچه‌ها جوان بودن و مثلا با دوستاشون رفته بودن مسافرت و دوستا گفته بودن که آره تو چقدر شباب خوروپف داشتی و ویتنس آپنه داشتی و یه داستانای این شکلی داشتی. پس بنابراین توی شرح حال گرفتنشون، توی معایناتشون به این چیزا باید دقت کنید. خوروپف خیلی مهمه، اصلا خوروپف شما از کنارش رد نشین، یعنی حتما فردی که خوروپف داره باید بررسی شه، هم از لحاظ وضعیت شرح حالش که ببینیم اسلیپ آپنه داره یا نداره، هم که این معاینه ای ان تی باید بشه. اصلا یه آدم باشه که خوروپف داشته باشه فقط اسلیپ آپنه هم نداشته باشه، یعنی یک آدمی که فقط خوروپف داره، این باعث میشه در طول زمان این عروق کاروتیدش آتروسکلروز بشه و عروق کاروتیدش تنگ بشه، یعنی اون ویبری که میکنه خوروپفش در طول شب. پس بنابراین توی شرح حال گیریتون به پارتنر مریض حضور داشته باشه، خود مریض باشه، معاینات تکمیل بشه، و چیزی که مهمه که ما بپرسیم ازشون خواب‌آلودگی روزانه است. خب اینا به شدت خواب‌آلودن، اصلا همین الان اگه نشسته باشه اینجا خوابش میبره، این آدمی که استیپ آپ نداره. علتش هم اینه که درسته که فکر میکنی که خوب خوابیده، ولی کیفیت خواب اصلا ندارن، یعنی خواب تو مراحلش، مراحل عمیق خواب اصلا نمیره به خاطر هایپوکسی، به خاطر قطع نفسش، فقط مراحل سبک خواب رو داره. بخاطر همین کیفیت خوابش خیلی بده و منجر میشه به اینکه خواب آلودگی روزانه داشته باشه. خب وقتی که داریم ازشون به خدمت شما عرض کنم که بچه حالا ما برای اینکه ببینیم که مریضمون خواب آلود هست یا نه، یه پرسشنامه ساده، چندین پرسشنامه داریم، برلین و غیره و افورس و اینا، از همشون ساده تر افورسه، تو کتاب هاریسون هم هست، اصلا توی درسنامه که قراره براتون انشاءالله بهتون تحویل داده بشه هم هست، یه پرسشنامه است
که به شما از مریضتون میپرسید که وقتی که نشستی و داری کتاب میخونی چقدر خوابت میگیره؟ 1، 2، 3 به خودش اسکور میده، یا اصلا 0. یا اینکه مثلا میگه داره تلویزیون نگاه میکنی چقدر خوابت میگیره، داری نمیدونم حرف میزنی با مثلا کسی که روبروت نشسته چقدر، داری رانندگی میکنی، داری چه میدونم نشستی بغل دست راننده بعد از ناهار، بعد این اسکور جمع میشه. اگر بیشتر از 10 یا 11، بعضی جاها میگن 10، بعضی جاها میگن 11، بیشتر از 10 یا 11 باشه یعنی که فرد خوابه. خب این ESS رو نشون میده، اسلیپینس فرد رو نشون داره، نشون میده که فرد خوابه بوده. پس بنابراین این پرسشنامه رو هم ازشون پر میکنه. بسیار خطرناک استیپ آپنه وقتی خوابالو هستن. مثلا نگاه کنید بچه، خیلی از موارد که پیش میاد توی موارد رانندگی، تصادفات رانندگی علتشون استیپ آپنه است. خلبانو که میخوان استخدام بشن، حالا متاسفانه راننده های سنگین این کار براشون انجام نمیشه، ولی خلبانا رو حتی اگه علامت هم نداشته باشن حتما یه تست خوابی ازشون انجام میدن که یه موقع استیپ آپنه نداشته باشن. پس بنابراین خیلی اهمیت داره، از اهمیت شغلی داره. شما شاید بعداً بخواییم مثلا متخصص طب کار بشیم، اینا رو در واقع باید بدونیم. خب حالا ما اومدیم، من یه مثال میزنم، بعد با هم یه بحثش رو بکنیم، بعد بگیم مثلا باید برای این چیکار کنیم برای تشخیصش. ما یه فردی اومده به شما مراجعه کرده، آقای 56 سال است، خب چاقم هست، بی ام آیش هم 35، اومده مراجعه کرده. چه سوالی ازش میبینی؟ با شکایت همسرش، خیلی شاکی که این شبه خوروپف میکنه، همسرش شاکی چون خود آدم که متوجه خوروپفش نمیشه. چه سوالی ازش میکنید در واقع به عنوانی که بخوایم تشخیص بدیم آیا این استیپ آپنه داره یا نداره؟ از خودش و همسرش. یکی این که آیا خوابالودگی روزانه داری یا نداری، اون پرسش رو میذاریم جوش خوب میکنه. دیگه این که آیا ریس فاکتوراش که فشار خون بالاست، دیابت هست، هایپوتیروئیدی هست، اینا رو حتما معاینه میکنیم و ازش میپرسیم. خب بارها شده که مریض اومده کلینیک خواب مراجعه کرده و من به عنوان من متخصص ریه بودم ولی تشخیص دادم که مریض آکرومگالی، یا آی جی اف وان براش فرستادی، میبینیم آی جی اف وانش بالاست و بعد فهمیدیم مریض آکرومگالیه، صورتش اون زبانش رو که معاینه کردیم. خب دیگه چی ازش میپرسیم؟ آفرین، هم از پارتنرش، هم یه موقع خود مریضا ممکنه که دچار وقفه‌های تنفسی خیلی زیاد، افت اکسیژن بشه، اصلا بیدار شه. خب یعنی چاکینگ بهش میگن. این چاکینگ رو ممکنه که توی خواب داشته باشن، اینو ممکنه داشته باشن. آفرین. دیگه اینکه موقع مثلا تصادفات رانندگی داشتی یا نه، چون خیلی از موارد پیش میاد که واقعا دچار آدما مثلا دچار تصادفات رانندگی میشن. بعد دیگه به خدمت شما عرض کنم که حالا از بد پارتنرش، اسنورینگ داره، ویکنس آپنه داره نداره، حرکات غیر طبیعی تو خواب، اینا چون افت اکسیژن پیدا میکنن دچار حرکات غیر طبیعی میشن، ممکنه کابوس شبانه داشته باشن، چون اکسیژن آدم که بیفته پایین دچار کابوس ممکنه بشه. بعد دیگه به خدمت شما عرض بکنم که دهانشون خشک میشه، یعنی صبح که خواب بلند میشن دهانشون خشکی و عرق میکنن، اینم جزء علائم استیپ آپنه هست. پس این رو ازش پرسیدیم، پرسشنامه رو پر کردیم، قد و وزنش رو گرفتیم، فشارش رو گرفتیم، معاینه تعهدش هم دیدیم. معاینه تعهدش، من یه چیز خدمت شما قبل از اینکه اینو بخوام بگم، ببینید خدمت شما عرض کنم که بذار من اینو معاینه تعهدش، غیر از اینکه حالا ممکنه که مثلا این چیزا رو داشته باشه تو معاینه تعهدش، ممکنه اینا هم باشه. مثلا نگاه کنیم اینا باز تانسیل بزرگه و اینکه مندیبلش، مندیبل آرکش حالت ایسیمتریک داره، کوچیکه، فکرش کوچیکه، برای همین شبا میفته زبونش روی حلقش. بعد یه چیزی هست بهش میگم مالالپاتی. مالالپاتی در واقع اینه که شما مریض دهنش رو باز کنه و براش آسلای نذارید. حالا یه زبونش میتونه داخل باشه یا خارج. اگر شما برید جلو آینه دهنتون رو باز کنید، باید به این صورت باشه، یعنی بدون آبستار باید تمام حلقتون دیده بشه. اگر این آدمایی که استیپ آپنه دارن و های ریسک هستن، معمولش اینه که مالاپاتیشون بالاست و تعهدشون اصلا دیده نمیشه، حالا یا یه کوچولو دیده میشه. خب اینا های ریسک هستن، پس بنابراین مالاپاتیش هم حتما یادمون باشه که چک بکنیم. خب
کائناتش رو که انجام دادیم. من فقط یه چیزی میخوام اینجا نشونتون بدم، بچه نگاه کنید، یه امارای گرفتن از یه آدمی که نرمال موقع شب و کاملا مسیر تنفسیش بازه و یه آدمی که اینجا قطع شده. چی توجه شما رو جلب میکنه؟ این همه چربی که دور گردنشه که گفتم سایز دور گردنش رو میره بالا و این همه چربی که توی زبانشه منجر به این میشه که همین چاقیش منجر به این شده که توی تنفسش موقع خواب قطع بشه و مسیر فوقانی تنفسش بسته بشه. این هم میخواستیم خدمتونشون. خب پس بنابراین اینا گفتیم. حالا برای تشخیصش باید چه کار کنیم؟ برای تشخیص بیماران که احتمال OSA Obstructive Sleep Apnea دارن باید تست خواب انجام بدیم توی اسلیپ لب. تست خواب به چه صورتی انجام میشه؟ مریض میره اونجا میخوابه و این وسایلی که میبینیم این همه چیز بهش بس میشه، تازه EEG هم به سرش بس میشه. حالا این EEG بس نشده، EEG بس میشه. همینطور که اینجا دارید نگاه میکنید، نگاه کنید فلوی تنفسیش رو داریم چک میکنیم، حرکات چشمش رو با این دوتا الکترود چک میکنیم، حرکات چونش، یه کمربند داریم که حرکات شکم، حرکات توراکس، شکم و سچوریشنش هم که با انگوشتش موقع خواب چک میکنیم. همچنین یه دونه میکروفون کوچولوه که میذارن روی گلوش که خورپفش هم ثبت میکنه. خب پس بعد تازه EEG هم هست، یعنی این مریض داره همه چیش در واقع موقع خواب داره چک میشه. خواب طبیعی انجام میده، یعنی خود بیمار آره یعنی علاوه بر این همه چیز میزا که بهش چسبیده، اینا انقدر که خواب لوان شبا خوابشون خواب طبیعی میخوابن، نه که حالا خوابشون که طبیعی نیست ولی خوابشون میبره. حالا مثلا شما اگه مثلا سالمید و مشکل ندارید برید این همه چیز میز با ما بس، ما خوابمون نمیبره واقعا، ولی انقدر که اینا خواب لوان خوابشون میبره. خب این همه چیزایی که بهش بس کردیم نمیدونم با این دیده نمیشه، با این موز چیزه دیده میشه. خب میکروفون هم که داشت. حالا من حالا قبل از که باز بگم که چه چیزی من مثلا ما که متخصص خواب هستیم تفسیر میکنیم، یک کوچولو راجع به استیت های خواب به شما بگم. ببینید بچه ها، وقتی که آدم طبیعی سرشو میذاره رو بالش، اولش که بیداره که فوری خوابش نمیبره، مگه دیگه حالش خسته باشه که بین زمین و هوا خوابش ببره، یه خورده سرش رو بالشه، چشماش بسته است تا خوابش ببره، اون مرحله بیکه. یه آدم طبیعی باید زیر 20 دقیقه در واقع خوابش ببره. اگر یه آدم بالای 20 دقیقه طول بکشه غیر طبیعی محسوب میشه. این جوونایی که با مثلا گوشی نگاه میکنن و نمیدونم شب تو رخت خواب موبایل چک میکنن و اینا خیلی کار بدیه، چون اون نور آبی داره، نور آبی ملاتونین رو میاره پایین و باعث میشه شما خوابتون مختل بشه. خب این است. بعد وارد یه مرحله میشیم که نان رم 1 2 3 و بعد مرحله رم. شما اینا رو احتمالاً شنیدین. مرحله نارم یکیش که اصلا خیلی مرحله سبکیه، بعد مرحله 2 3 بعد مرحله رم. توی مرحله رم آدما آتونن، یعنی اصلا عضلاتشون هیچ حرکتی نداره. خب بعد توی مرحله رم آدم خواب میبینه و خواب یادش میبینه. دمدمای صبح مرحله رم طولانی تره، واسه همینه که ما وقتی صبح خواب بلند میشیم میبینیم که در واقع خوابمون یادمون مونده. خب اگر آدمی در مرحله رم بیدارش کنن ممکنه تا یه مثلا 1-2 ثانیه اصلا نتونه حرکت کنه. اینکه ایرانی‌ها شنیدیم میگن بختک همینه دیگه، مثلا که توی مرحله رم بیدار میشه فرد و نمیتونه خودش رو تکون بده. خب پس اینا مراحل خواب بود. ما حتما قبل از اینکه تست رو بخوایم تفسیر بکنیم مراحل خواب رو توی EEGش نگاه میکنیم. نگاه کنید اینا با توجه به سن مراحل خواب تغییر میکنه. بچه ها رم و مرحله 3شون که خواب عمیقشونه بیشتره، بالغین یه ذره کم میشه و توی مسنا اصلا خواب فرگمنته میشه و میزان خواب عمیقشون خیلی کم میشه. این صورت طبیعی با افزایش سن اتفاق. خب اینو نگاه کنید، بعد از اینکه مریض از خواب بیدار شد اونا رو ازش جدا کردید، شما باید یعنی من باید بشینم و اینو تفسیر بکنم. چیزی که اینجا میبینید EEGه. خب اول میشینم 30 ثانیه این اپوک بهش میگن، اپوکا رو تفسیر میکنم که ببینم کدوم مرحله خوابه. این که تموم شد میذارمش روی 5 دقیقه تنفسش رو چک میکنم. بچه نگاه کنید الان چی میبینید؟ تنفسش اینجا این فلشر نگاه کنید کاملا قطع شده، یعنی اینجا مریض داشته نفس میکشیده کامل نفسش قطع شده، باز نفس کشیده باز نفسش قطع شده. اینا خورپفه. اینجاهایی که نفس نکشیده خورپف نداره، بعد یه دفعه حنجرش باز شده شروع کرده نفس کشیدن و خورپف خیلی شدیدی انجام داده، دوباره قطع شده دوباره بس شده. حالا
چه اتفاقی افتاده باعث شده که اکسیژنتون، حالا اینجا نمیدونم معلومه، از 95 برسه به 87. اکسیژن سچوریشن اکسیژن ما باید چند درصد باشه که نرمال محسوب بشه؟ 95. بالای 93 آدم، بالای 93 سچوریشنش نرماله. خب ولی وقتی که سچوریشن شما اینقدر اوف میکنه، در واقع داره نشون میده به شما که مریضتون هایپوکسی داره میکشه. بعد این هی میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد. این بالا پایین رفتن به شدت خطرناکه، به شدت باعث آرزه میشه که اینا رو حالا باز تو ادامه بهتون میگم. پس شد چی؟ حالا این چیه؟ این هایپوکناس. یعنی ببینید این سبزایی که اینجا ملاحظه میفرمایید، مریض دامنه تنفسش افت کرده، مثل اون قطع قطع نشده، و همین افت دامنه تنفس باز میتونه منجر به افت اکسیژن بشه که 95 شده 91، 96 شده 92 و افت اکسیژن اتفاق افتاده. پس اون وقت بعد از اینکه شما اینا رو تفسیر کردید، همه اینا رو دستگاه با هم دیگه محاسبه میکنه، به شما میگه چند تا وقفه تنفسی در ساعت به صورت آپنه و هایپوپنه داره. اینا میشد در واقع آپنه‌های انصداری. من نگاه کنید یه چیز خدمت شما نشون بدم. وقتی آپنه انصداری داریم، یعنی وقتی که شما وقفه تنفسی داری، حرکات شکم وجود داره. خب اینجا گیره دیگه، ولی شکم داره تلاش میکنه حرکاتش وجود داره. یه آپنه‌ای هم داریم به اسم آپنه سنترال. من اصلا اینجا نمیخوام راجعش صحبت کنم، فقط میخوام بهتون نشون بدم، فقط یه اسلاید نشون بدم. آپنه سنترال اینجوریه که وقفه تنفسی از مرکزه، یعنی مرکز یه لحظه تنفس قطع، برای همین حرکات شکم و توراکس هم وجود نداره. نگاه کنید اینجا تنفس قطع شده، حرکات شکم توراکس همه حذف شده، مثل اون قبلیه نیستش. خب که حالا آپنه سنترال خیلی سخته، خیلی علتهای مختلف داره، از مشکلات مغزی بگیری تا هزار تا مشکلات دیگه که فقط توی این جدول نشون دادن. خب بریم ببینیم بچه‌ها وقتی که مریضی آپنه انصدادی میکنه چه اتفاقی براش میفته، چه انتظاری داریم، چی میشه. ببینید فکر کنید یه آدم نفسش قطع شده، خب اکسیژنش هم افتاده پایین، چه اتفاقی میفته؟ یه دفعه سمپاتیک فعال میشه، بعد چی میشه؟ فشار خون میره بالا، یعنی خفه شده دیگه، انگار خفش کردن دیگه. بعد سمپاتیک فعال میشه، فشار خون میره بالا، بعد مغز دیگه اون خواب سبک سنگین و خوبی که بعد داشته باشه اصلا تجربه نمیکنه، خواب سبک ارزال دارن. بعد چی میشه یواش یواش؟ ببینید شما الان وقتی که نفس میکشین، حتما فیزیولوژی ریه براتون گفتم، وقتی نفس میکشین فشار قفسه سینه بر منفی بشه، خب دیافراگم میاد پایین و وقتی دم داری انجام میدی حجم قفسه سینه زیاد میشه، هوا میره تو. بعد دوباره بازدم که میکنی اینا میاد فشار مثبت ایجاد میکنه، هوا میاد بیرون. اینا رو گلوشون گرفتیم، انگار گلوشون گرفتیم دیگه، حالا این میخواد در مقابل این گلوی بسته دم بگیره. یه دفعه فشار قفسه سینه‌اش میشه منفی 60 سانتی متر، یه عالم فشار منفی ایجاد میشه، بعد تمام خون میاد میره تو قلب، پوش میکنم، بعد یواش یواش قلب شروع میکنه نارسا شد. خب نارسایی اتفاق میفته، خود اکسیژن که افت میکنه یه عالم ضرر میزنه به مغز، میگم دیگه از فرق سرشون تا نوک پاش اینا مشکل پیدا میکنن، بعد متابولیک دیسریگولیشن پیدا میکنن، نارسایی قلبی پیدا میکنن، آریتمی پیدا میکنن، یه عالم مشکلات عدیده پیدا میکنن که اینا تازه ارگانهای حیاتیشونه، پوست و مو و چشم و نمیدونم همه اینا تحت تاثیر قرار میگیرن. مثلا مریضی که پسوریازیس، میدونین چیه؟ این بیماری پوستی که پسوریازیس صدف بهش میگن، اینا مریضی که اسلیپ آپنه دارن پسوریازیس خیلی زیاد دارن، مریضی که اسلیپ آپنه دارن مشکلات چشمی، خشکی چشم و اینا خیلی زیاد دارن، درماتیت آتوپیک زیاد دارن. خلاصه اینکه این واس آی میتونه همه جا رو تحت تاثیر قرار بده. خب من میخواستم که بریم جلو و دیگه استراحت نکنید، اگه خسته نیستین ادامه بدیم، من پس رو که شما برید دیگه به نهارتون اینا برسید که به کلاسای بعدیتون برسید. همونطور که گفتم بچه‌ها ببینید چرا هایپرتنشن ایجاد میشه تو مریض او اس آ، یکی که مریض هایپوکسی، یکی که مریض در واقع کمورسپتورا شروع کردن فعال شدن سمپاتیکش فعال میشه، یکی که در واقع چیه سیستم رنین آنژیوتانسین سیستمشون شروع کنه فعال شدن و مریض رو مستعد میکنه به فشار خون. اینا فشار خونهای مقاوم به درمان دارن، یعنی مثلا با سه تا دارو بهش دارن میدن فشارش همون 14 به 9 بالای 14 به 9. خب و اینکه یه چیز دیگه هم که
که دارن اینا نان دیپرن، یعنی شبا فشارشون نمیفته پایین. آدم طبیعی باید شب یه درجات کوچولوی فشارش کم بشه، ولی اینا فشارشون موقع شب هم بالاست. پس اینا رو حتما باید بفرستیم برای تست خواب. دیده شده که وقتی درمانشون کردیم، که حالا تو ادامه درمان بهتون میگم، اینا خیلی هاشون بهتر شد. به همون دلایلی که گفتیم اینا نارسای قلبی پیدا میکنن. اول از اینکه خب معمولا چاقن، حالا خود چاق بودن ریسک فاکتوره. دیگه اینکه هایپوکسیشون، دیگه اینکه تو شب اکسیژنشون میفته پایین، فشارشون میره بالا. دیگه اینکه در واقع کنتراکتیلیتی میوکاردشون که عضله قلبشون باشه کم میشه. نارسای قلبی پیدا میکنن. باز دیده شده که با درمان اینا بهبود پیدا میکنن تو این مقالاتشون. آریتمی خیلی خیلی تو اینا شایعه. مهمترین آریتمی که تو اوسا اتفاق میفته AF. نکنه این سوال باشه بچه این دقت کنید. AF چیه؟ آرتیفیبریلیشن. آره. که در واقع خیلی همه جور این متخصص قلب باید حواسشون باشه. مریضایی که اوسا دارن خیلی آریتمی دارن. اگه آریتمی دیدن بفرستن برای ما که تست خواب براشون انجام بشه. باز به همون دلایلی که گفتم اینا مستعد آریتمی هستن. خب دیگه چی؟ ایسکمی پیدا میکنن، ام آی میکنن، مشکلات قلبی که به همون دلایل باز هایپوکسی، باز اسیدوز، باز افزایش فشار خون، سمپاتیکشون فعال میشه و اندوتلیال دیسفانکشن پیدا میکنن، اینفلامیشن پیدا میکنن. اینا باعث میشه که اینا مشکلات قلبی و ام آی رو داشته باشن. مقاومت به انسولین پیدا میکنن این آدمایی که دی او اس آ دارن، دیابت میگیرن و پولمونری هایپرتنشن. پولمونری هایپرتنشن این چیه؟ شلل پولمونری که همه میدونیم از کجا میاد، از بطن راست میاد بیرون. خب خونیه که اکسیژن نداره، میبره اکسیژن نمیکنه، بعد میاره میریزه تو بطن چپ، بطن چپ آورت و بقیه جا. شلل پولمونری برخلاف شلل آورت خیلی شلل شلوغیه، مثل آورت سفت نیست، عضلانی نیستش و خیلی حساسه به هایپوکسیه. و وقتی که مریضتون اکسیژنش میفته پایین، این هی زخیم میشه، زخیم میشه، به خاطر همین پرفشاری شریان پولمونه رو داریم. فشار شریان پولمونه چنده؟ 15. خب برخلاف مثلا چیز که فشار شریان آورت چنده؟ ما 120. دسته که این 15. خب و این شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، 15 میلیمتر چی و باعث تنگی نفس و هزار تا مشکل میشه. خب حالا ما اومدیم او اس آ رو دیدیم چیه، معاینش رو گفتیم، عوارضش رو گفتیم، علائمش رو گفتیم، بخوایم درمانشون کنیم. اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ تو اینا چاق هم دیگه. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه به خوشطاقت. یعنی کاهش وزن اولین چیزیه که ما در واقع بهش فکر میکنیم. من بذار اینو ردشم یه چیزی به شما نشون بدم. اینجا نگاه کنید. بچه‌ها این مریض او اس آ بوده که ازش ام آر آی گرفتم. خب وقتی خودشو ببین چقدر چربی داره اینجاش. وقتی خودشو لاغر کرده واقعا او اس آش بده. اینجا تنگه و اینجا کاملا باز شده. پس بنابراین یه چیزی که خیلی کمکمون میکنه کاهش وزن. یه چیزی که کمکمون میکنه، ببینید مریضای او اس آ اصلا آدما توی پوزیشن تاق باز نسبت به پوزیشن لترال احتمال اینکه وقفه تنفسی تو در واقع راه تنفسی فوقانی اتفاق بیفته بیشتره. چرا؟ فکر میکنید چرا بیشتر باشه؟ ببین یه آدم تا آواز خوابیده، یه آدم به پهلو راست و چپ خوابیده، سوپاین خوابیده، دیافراگ میزنه بالا. خب بعد باعث میشه حجم ریه کم بشه، حجم ریه که کم بشه مقاومت راه هوایی زیاد میشه. خب پس بنابراین اگه مریضا تو تست خواب ما متوجه میشیم دیدیم که توی حالت سوپاین بدترن، پوزیشن تراپی میکنه. پوزیشن تراپی چطوره؟ یه کمربندی هست پشتش چوب داره، مریض بهش میگیم شب ببنده که اصلا دیگه نمیتونه اینطوری بشه، فقط به حالت چپ و راست. خب این یک در واقع پوزیشن تراپیه. یه چیزی که خیلی مهمه سی‌پپ. سی‌پپ شنیدیم؟ اصلا اسم سی‌پپ رو شنیدیم؟ ببینید سی‌پپ یه دستگاه کانتینیوس پوزیتیو ایروی پرشه. یه دستگاه، الان شکلش رو باز به شما نشون میدم که اینجوریه. خب دستگاه کوچولو یک کیلو دو کیلو بیشتر نیست، با ماسک میاد روی صورت بیمار قرار میگیره. یعنی دستگاه اینجاست، یه لوله داره، ماسک. بعد این ماسک میتونه به صورت نازال باشه، یعنی بره فقط بینی رو در واقع پوشش بده، یا پیلو باشه باز بینی، یا اینکه نه اصلا دهان و بینی رو هر دو رو پوشش بده که بهش میگن ماسک اورونازال. خب
اینا این سی‌پپه فشار مثبت اعمال میکنه، یعنی مثلا 10 سانتی متر هرچی که شما براش تنظیم بکنید، این فشار مثبت باعث میشه که مسیر تنگ راه هوایی باز بشه. خب پس بنابراین یک درمانی که کمکمون میکنه سی‌پپه. الان نگاه کنید بچه‌ها، این یه مریضی بوده که آپنه داشته، الان اینجا تنگه دیگه، سی‌پپ که براش با فشار 15 سانتی متر آب گذاشتن قشنگ مسیر راه تنفسیش باز شد. پس یکی از درمان ها سی‌پپه. درمان دیگه ای که داریم درمان اورال اپلاینسه. اگر که شما مریضتون وقفه‌های تنفسی زیادی نداشته باشه میتونی از اورال اپلاینس استفاده. اورال اپلاینس چیه؟ یه سری مثل باز الان شکلش اینجا بهتون نشون میدم، ایناست. روی دندون بیمار قرار میگیره، فک پایینش رو یه ذره اینجوری میکشه جلو، همونطور که اینجا داریم ملاحظه میکنیم، نگاه کنیم فک پایینش رو میکشه جلو و همین مسیر تنفس رو باز میکنه. این واسه کسی که آپنه شدید ندارن، آپنه شدید حتما سی‌پپه. باز این شکل رو بهتون نشون میدم، نگاه کنیم اینجا یه مریضی هست که اینجا در واقع وقفه داره تنگ کاملا، بعد از اینکه اون اورال اپلاینس رو گذاشته و فکش رو کشیده جلو مسیر تنفس رو قشنگ باز شد. خب پس راه درمان دیگه همون اورال اپلاینس. بعد بایپپ که حالا بایپپ مثل سی‌پپ فشار مثبت ایجاد میکنه ولی فشار دوگانه، تو دم یه فشار میده تو بازدم یه فشار، خیلی کاری باش نداریم. اعمال جراحی، مثلا مریضی که اونقدر تونسیل بزرگ داشت خب باید جراحیشه. خب اعمال جراحی هم حالا بعد دورتر نشون میدم خدمتتون. و نهایتا اگر هیچ کدوم از اینا نشد باید مریض تراک کنیم. تراک یعنی از اینجا لوله بزنیم. خب این تو این همه سالی که من دارم کار میکنم که این همه مریض دیدم، تا حالا فقط یه مورد مجبور شدم تراک بزنم، علتش هم این بود. یه خانم خیلی چاق بود، بعد چیز میکرده تمام اینجاش هماژیوم. هماژیوم میدونی یعنی چی؟ یعنی عروقش اینجوری قلم به قلم به قلم به برجسته بود، توی مسیر تنفسش هم پر هماژیوم بود تو قسمت‌های بالا. بعد واسهش که سی‌پپ می‌ذاشتیم اصلا نمی‌شد. نه بعد دیگه مجبور شدیم که این مسیر رو از اینجا براش تراک بزنیم، وگرنه یعنی اون دیگه آخرین رده درمانی که دیگه نتونیم. در مورد سی‌پپ خب یه چیزیه که خیلی راحت نمیشه آدم هر شب بخواد اون بیمار استفاده کنه، بعد درمانی هم که نیست، یعنی مثلا نظر اینو خب هیچ دوره علامش برمیگرده و داره، همه جا دیگه بعد اینا رو خودشون بزنن. آره دقیقا عزیزم. ببین مثلا من الان عینک میزنم، اگر نزنم تار میبینم، اگر بزنم خوب میبینم. اینم همینطوره، سی‌پپشو نذاره همینجوریه بذاره خوب میشه. خب درمانیه، منتها درمان چیزی نیستش که مثلا بگیم الان یک ماه سی‌پپ بذار خوب شدی دیگه. باید مدام سی‌پپو بذاره، هم که خود شما گفتی مسافرت رفت با خودش ببره. ولی چون اینا انقدر خان دکتر که اینا کیفیت خوابشون خوب میشه و کیفیت روزشون خوب میشه، خیلی راحت تعامل میکنن. یعنی الان شما اگه مثلا در نگاه خواب بیای میبینی قشنگ با خودش آورده، ما براش تنظیمش میکنیم، چی میکنه، خیلی خیلی راحت تعاملش میکنه و خیلی هم حالشون خوب میکنه، خیلی. یعنی اصلا زندگیشون از این رو بونه میشه. یه مریضی اومده بود، من اصلا فکر میکنم بنده خدا منتال ریتارده، فکر میکنم مثلا مشکلات هوش و آیکیو داره. نگو اینقدر که این آپنه داشت اصلا روزش اصلا آدم الرت و شارپی نبود. برای اینکه درمان شد اصلا دیدیم اصلا یه آدم دیگه شده واقعا، یعنی اصلا یه هوشیار شده، آیکیو رفته بالا. بعد همین یه درمان خیلی خوبه، یعنی و اینکه همونطور که شما گفتی آره بر با خودش ببره، مسافرت میره هر جا میره خونه هر کی میره بر با خودش. بعد به پارتنرشون راحت میشه دست اینا، چون اینا دیگه سی‌پپر میزن دیگه قربون هم نمیکنن. یعنی یه چیزی که خیلی اذیت میکنه بیمارا رو اون به پارتنرشه که به خاطر اون خوروپوفی که مریض داره. خب بریم حالا یه چند تا جراحی ها رو من بهتون نشون میدم. بچه نگاه کنید، جراحی های لوزه هست یا یه جراحی که بهش میگن UPTV که میان چکار میکنن؟ لوزه رو برمیدارن، اوولا رو برمیدارن و ته حلق یه حالت اینطوری باز بازش میکنن، راحت میشه دیگه مریض. یه جراحی های هم هستش که در واقع فک و که فکایی که خیلی عقب رفته رو میشکنن، اینا کار جراحی های فک و صورته، بعد پروتز میذارن فک رو میکشن جلو. یه جراحی هایی هست که میان در واقع چیکار میکنن؟ زبون جنیوگلوس ادوانسمنت میکنن، اون عضله جنیوگلوس رو ادوانس میکنن میکشن جلو. جراحی اینطوری هست. یه چیز خیلی جالبی هم هست که خیلی جدیده که من الان به شما بگم، مثل پیس میکره. خب
مریض میذاره زیر پوست، الان تو ایران هم مثلا خیلی گرونه، خیلی میذاره زیر پوستش، بعد این یه سنسور داره متوجه میشه که عضلات تنفسیش مثلا حرکاتش کم شد، داره آپ نمیکنه. خب تا اینو متوجه میشه یه دونم محرک داره میاد عضله زبان رو تحریک میکنه، زبان جمع میشه، مسیر راه تنفسی باز میشه. حالا دارن کار میکنن روش، خیلی گرونه، کار تحقیقاتی فعلا روش خیلی داره انجام میشه، روتین نیست، ولی روتین این چیزایی بود که من خدمت شما گفتم. بچه‌ها خسته نباشید، من سعی کردم یه ساعته تموم کنم که شما برید هم به کار و زندگیتون برسید. سوال نداریم؟